ایرانی مبارز و وطن دوست، وطن پرست و در راه انقلاب. همونطور که خدمتتون عرض کردم، تو این راه ما به همه شما احتیاج داریم. میانسال، پیر، جوان فرق نمی‌کنه، همه. و نگاه می‌کنین در اینجا در کنار من دو تن از هموطنانمون هستن، هموطنان داوطلبمون که دارن آماده میشن برای یک گرده همایی بزرگ در 25 جولای در سان فرانسیسکو، آقای دکتر امیر کلینی و سرکار خانم آلاله هر دو در اینجا هستن. و من ضمن خیر مقدم خدمتشون میخوام ازشون بخوام که اگه دوست دارن سلام علیک مرسوم رو با تماشاگران بکنن که من شروع کنم باشون سوال کردن و جواب شنیدن از شما. حتما. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آپادانا، با تشکر آقای سرکار دلدار و خانم دلدار و از ارادت خدمت تمام هموطنان ایران زمین. آلاله، منم سلام میکنم به همه مردم. خیلی ممنون. و مردم هم به شما میگن علیک. خب بذارید از آلاله شروع کنم. آلاله چون شما کارتون چیه؟ چیکار میکنید؟ دانشجو مؤثری کار میکنید؟ من بله اینجا استودنت هستم و امروز اومدم اینجا تا یه سری اطلاعات رو بدم و برای ساپورت از مردم ایران بیشتر اومدم اینجا و درخواست بکنم از آدم ها، از بقیه که حمایت بکنن، شرکت بکنن. آفرین بر شما خانم آلاله. خانم دانشجو اینجا هستن و دانشجو دیگه نه؟ بله. کجا کدوم مدرسه میری؟ من کالج میرم. کالج دی وی سی. خیلی خوب. در ایست بی دارن میرن. کالج دی وی سی و اونجا مشغول هستن. خیلی خوب. دکتر شما چیکار میکنید؟ سرفراز جان من دندانپزشک هستم در ایست بی شهر مرادا. بله نزدیک والان کریک. پس چطور به ما آگهی نهیدید؟ حتما. و واقعیت اینه که در رابطه با این جریان فقط این جریانی که پیش اومد ما رو در اینجا نشونده و هیچ گونه اکتیویتی اجتماعی سیاسی حداقل در 25 سال گذشته من نداشتم. حالیش که میبینیم که بالاخره یه حرکت بزرگی باعث شد که همه ما به فکر بیفتیم. آفرین. اتفاقا یه دوست من پیروز پای تلفن گفت به مادرم، گفتم مادر رژیم اشتباهی بزرگی کرد. مادرش میگه چرا؟ میگه نمیدونم چی کرد، ولی باعث شد که همه ما وارد گود سیاسی شیم. کسایی که خیلی وقت بود فکر کردیم احتیاجی نیست و یا ارزششو نداره، اینقدر قبح عمل بد بود که باعث شد که دیگه هیچ اکسکیوزی برامون نمونه. پس بنابراین امشب نگاه میکنیم دختر خانم دانشجویی که در واقع درگیر آزادی های به اصطلاح اصیل شده در ایران نیست، در اینجا آزاد دانشجوی مثل همه دختر پسرهای دیگه ملل دنیا در اینجا از همه مزایای آزادی استفاده کنه. اما به قول دکتر کلینی کاری کرد رژیم که دختر دانشجوی ما که در این آزادی هست حالا دیگه در فکر این افتاده که آقا باید یک کاری برای مردم مملکت خودش بکنه. اینی که به جوش اومده خونش میاد اینجا میشینه، چندین ساعت هم از وقت میذارن، چندین ساعت هم رانندگی کنن اینجا خودشونو برسونن که با شما صحبت کنن. دکتر امیر کلینی نگاه کنید که 20 سال به قول خوش بی تفاوت بوده، 20 سال هیچ کاری نکرده، الان دیده که در واقع حیثیت بشریت در حال نابودیه، در حال از بین رفتنه و اومده بیرون که در حال مثل همه ما در این فکری که بالاخره ترتیب این کارو بده، سرانجامی به این وضع مملکت بده. به هر حال ممنون هستم از امیر کلینی، ممنون هستم از آلاله عزیز که از دو تیپ مختلف، از دو کاتگوری اجتماعی مختلف اومدن اینجا که هر دو داوطلب. درسته؟ درست. برای تظاهرات روز شنبه 25 جولای هر دو داوطلب هستید. شما از کجا شنیدید؟ بذار از آلاله شروع کنم. بذار من شروع کنم. شما شروع کن. شما از کجا شنیدید تظاهرات هست؟ والا برنامه تظاهرات در رابطه با 25 جولای فکر می‌کنم فکرش احتمالاً از یک ماه پیش در ذهن تعداد زیادی بود از جمله خود من
که به جای تظاهرات کوچیک مقطعی در این قسمت در اون قسمت بیایم یه حرکت رو یه ذره یک پله بالا ببریم از نظر تعداد هم درقل بتونیم یه استیتمنت نشون بدیم، چون در اول درگیری ها که پیش اومد و بعد از ابطال شدن ابطال نشدن تقلب آقای تصمیل تمیزه ما اینجا گرما پولاک میکنه ببخشید ما انشالله یواش یواش فرضمون درست میشه سیستم خونتخان من اگه عد به شما بدم درست میشه اگه شما به ما عد بدید ما هفته آینده اینجا کولر داریم همون شد؟ صد در صد پس ما ساب کولر شد قضاوات این ها به هم دیگه کمک میکنیم قضاوات دکتر امین کلینی 20 سال اینجا دندان پزشک کرد اینجا زندگی میکنم دندان پزشک کرد ولی که این تظاهرات این اتفاقات باعث شده که کامیونیتی ما جامعه ایرانی به هم نزدیک بشه حالا چشیده میشون اینجا اینه دیگه بابا ما گناه داریم میگه که من آدمی بودم شما اینجا رو هواش درست کنیم چشم حالا برگردیم به اصل قضیه بله بعد در اون موقع احتمالاً به فکر خیلی رسید که سعی کنیم که تظاهراتی که کوچکی هست در جاهای مختلف مثلا در بی ایریا سان فرانسیسکو چندین بار شو سان هوزه شهر برکلی و فکر می‌کنم سان فرانسیسکو اکچولی یکی از اولین تظاهرات بود که بلافاصله انجام شد. اون موقع فکرش تو شکل به این صورت که تظاهرات تعدادش رو گنده‌تر بکنیم و یک مقدار سازمان یافته‌تر عمل کنیم تا بتونیم اثر بیشتری داشته باشیم. من خودم شخصا 3 هفته پیش با یک سری از بچه های دانشجوی سان فرانسیسکو در مورد صحبت کردم ولی مسئله خیلی بزرگ بود و شاید بیشتر از 2 هفته نیست تقریبا که شنیدم که در رابطه با یه میگا رالی توی سان فرانسیسکو یه میتینگ هست توی سیتی هال سان فرانسیسکو رالی سیتی هال هم دنبال فارسی انگلیسی میگرم همون شهر جوری سان بعد اونجا متوجهم که آقای راس میکردیم که دیشب خدمت شما بود سوپروایزر سان فرانسیسکو این مسئله رو با یه سری از دوستان که شروع کردن گول این بود که تظاهراتی برای ستایل سان فرانسیسکو در خود سان فرانسیسکو جلوی سیتی هال انجام بشه تایمش رو برای 25 جولای تعیین کرده بودن. از اونجایی که من وارد شدم حدود 30 یا 35 نفر افرادی رو دیدم که شاید بالای 20 نفر تا 25 نفرشون حدود 70-80% دانشجو بودن، حدود شاید 10-15% از جاهای مختلف بی ایریا ولی سنهای بالای شاید سن من و بالاتر و تنها کسی هم که رسماً پوزیشنی داشت خود آقای میرکریمی بودن. بنابراین از اونجا ایده شروع شد و احتمالاً آقای میرکریمی شب خدمتون گفتن که ایشون یکی از ابجکتیوهاشون این بود که این کار انجام شد. بنابراین نطفه این مسئله حدود 2 هفته پیش شروع شد. چیزای روس کارش این بود که اولین چیز این بود که ما بتونیم جریانایی که در بی ایریا میشه متمرکز کنیم در یک نقطه، بتونیم در یک روز این کارو بکنیم با اهداف مشخص تا بتونیم نتایج مشخصی ازش بگیریم. خب حالا شما کجا متوجه شدید؟ منم خب بعد از اون اتفاقاتی که توی ایران افتاد اینجا راه پیمایه مختلفی بودش توی برکلی شرکت کردی؟ بله آفتاری. و همینطور ارتباطات بیشتر شد با دوستام توی فیسبوک جایی دیگه که فکر کنم اینم توی آخرین راهپیمایی که بودش توی برکلی بود اونجا اطلاع دادن به هم دیگه. بعد رفتیم توی سان فرانسیسکو بعدم که با امیر جان در تماس بودم و یه سری اطلاعات گرفتم و سعی کردیم اطلاعاتو بدیم و به همه بالاخره یه جوری هر کی یه جوری شرکت بکنه به هر نحوی ساپورت بکنیم و اطلاعاتو آفرین. دکتر برای من بگید که دورنمای این تظاهرات حالا سان فرانسیسکو صحبت کنیم، در ضمن به هر حال همه جای دنیا قرار بوده. من پریشب تو جلسه ای که بودم به من گفتن خانم بنفشه لحظه من همیشه اسمشون یادم میره به هر حال از امنستی به اصطلاح عفو بین الملل اومده اخلاقی اینجا بنویسه من دوست منم هستن چند بارم اومدن اینجا در تلویزیون پرده من نشسته ما هم دیگه صحبت کردیم واقعا من نمیدونم چرا اسم فامیلیشون یادم میره.
حالا بنفشه اخلاقی پیروز به من گفتن که، یعنی در اون جمع گفتن، به من نگفتن تنهایی، در جمع گفتن که سیت شهر بزرگ فعلا آمادگی تظاهراتشون اعلام کردن و عفو بین‌الملل در صدد اینه که در